پرونده یک زاده تاجیکستان را در یکاترینبورگ تنها پس از سه سال بازداشت به با دادگاه فرستادند. بهروز غنیوی سی ساله را و دو همراهش که بعد تروریسم غیر قانونی نگاه داشتن سلا تهیه مواد ترکنده و جنایت های دیگر گمان بر می دونند. پیوندانش اتهام را رد می کنند. سازمانی حامی حقوقی میماریال هر سه را محبوس سیاسی در روسیه نامیده است. همکارم میرزونابی خالقزاد موضوع رو تحقیق کرده است و برای شرح بیشتر با ماست این مهاجری توجیک و دو همراهش رو در چی شرایط و با کدام دلیل بازداشت کردند؟ салом бинандагони гиромӣ салом мумин суҳбате ки бо модари беҳрӯз ғаниев файзинисо ғаниева доштем гуфт ки мақомоти интизомии сургут писари ӯ ва ду нафари дигарро барои қасди оташ задани як масҷид дар сургут боздошт карданд ки таи ин се соле ки онҳо дар боздоштгоҳ ҳастанд чандин маротиба таҳқиқот анҷом шудааст вале ҳамчунин қаст доштани онҳо аз тарафи мақомоти интизомии маҳаллӣ то ҳанӯз собит нашудааст و نقل مادر بهروز و یک شرکت خصوصی با نام غنیف بیبی بی داشت و اصلا با آرایش و تعمیر منزل های زیست مشغول بود و همین مسجد را تعمیر کرده بود و در همین جا نمازهایش را هم میخونده است بهروز را ماه اپریل سال 2020 همراه دو نفر دیگر ارتیان واتریا و گامید داتایف شرمندان روسیه دستگیر کردند مقامات روسیه میگویند از خانه آنها برخلطه پوری سلاح یافتند و هر سه به تروریسم و جنایت های دیگر متهم. قنغزاری روسیه برای این سالهای دراز زندان را پیش بینی کرده است و مادر بهروز خانم غنی و اتهام را ساخته میداند چون ادعا دارد که مقامات انتظامی روسیه سلاح ها را در منزل پسرش گذاشته او را دستگیر کردند ضمن سازمان حامی حقوق میمریال این پرونده را ساخته نامیده گفته است نیروهای امنیتی از فعالانی که از حق مسلمانان محلی دفاع کردن نقار میگیرد در گزارش سازمان از ماه کبری سال گذشته آمده است ارتیام وطریا برای جلب توجه رسانه ها به نقص گسترده حقوق مسلمانان کار میکرد و این سازمان سه بازدا شده را محبوس سیاسی نام برده نوشته است که در سلاح های پیدا شده ازی دست آنها نبوده است, است. میرزا نبی چرا تفتیش این پرونده سه سال طول کشیده است چون در تجربه یک حادثه کم سابقه است بله واقعا سالی بجاس به نقل پیمندان بهروز غنی و دو همراهش سالی گذشته در بازشگاه دست به با گروسنشینی زده از مقامات خواستن که ساخته بودنی اتهام زدی آنها را سنجه ولی مقامات روسیه به این طلب واکنش نکردند و به گفته نزدیکان پس از چند روز بهروز و دو همراهش را از بازشگاه سرگود به با یکیترین برگ بردند و انتظار می رود در اوایل ماه آینده دادگاه محاکمه پرونده آنها را شروع کنند پیوندان اینها میگویند سبب طولانی شدن بررسی پرونده وجود نداشتن دلیل کافی در تفتیشات است خانواده بهروز غنیف سال 1994 به روسیه کوچیده شهروندی این کشور را گرفتند مادرش از مقامات تاجیکستان هم درخواست کمک دارد مقامات روز دهها ها زاده را با گمان افرادگرایی بازداشت کرده و برخی را هنگام بازداشت کشتند ولی در اکثر موارد کارشناسان پرونده آنها را ساخته مقامات روس میدانند تشکر میرزونوی گزارش پررد در این باره را در سامانه رادیو آزادی بخونید